درود به همه دوستان عزیز، امیدوارم هر کجای دنیا که هستید شاد و سلامت باشید. توی این اپیزود قصد دارم در مورد یک نکته بسیار مهم در مورد کارآفرینی صحبت بکنم که چرا بیش از 80% کارآفرینا، کسایی که کسب و کار خودشون رو شروع میکنن، توی اون بیزنس شکست میخورن. دوستان این نکته خیلی مهمه. اگر که کارمند هستید و میخواید تصمیم گرفتید که تبدیل بشه به یک کارآفرین، کسب و کار خودتون رو داشته باشید، یا اگه همین الان شما به عنوان یک کارآفرین هستید، حتما به نکات این ویدیو گوش کنید و اجراش بکنید، وگرنه متاسفانه شکست میخورید. من حسین عزت هستم، مدرس موفقیت و کارآفرین. با من همراه باشید. عزیز، امیدوارم که با انرژی تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. اگر تصمیم گرفتید که کسب و کار خودتون رو شروع بکنید، یک بیزنس برای خودتون راه اندازی بکنید، برای خودتون کار بکنید، اگه فریلنسر میخواید بشید، آزاد کار بشید، یا اینکه صاحب یک کسب و کار بشید، این فرقی نداره. حتی اگه شما یک صاحب یک رستوران بشید، یا اینکه بخواید کسب و کارهای آنلاین راه اندازی بکنید، هر چیزی، یک فلسفه مهم پشت این قضیه هست. اینه که شما باید روحیه این رو داشته باشید که با مشکلات روبرو بشید. توی هر کاری که شما شروع بکنید، هر کاری که تصورش رو بکنید، از روز اول، اگر حالا 100 سال صرف یادگیری بکنید، روز اولی به یک مشکلاتی برمیخورید که فکرش رو نکردید. اگه شما روحیه‌اش رو دارید که با اونا روبرو بشید، اونا رو حلش بکنید، برید به سمت اینکه کارآفرین بشید. اگر نه، اگر آدمی هستید که قر میزنید، اگر آدمی هستید که عصبانی میشید، اگر آدمی هستید که کم میارید، اگر آدمی هستید که نمیتونید هندل بکنید اوضاع را، خواهشاً اصلا به این سمت نرید، چون شکست میخورید. باید روحیه این رو داشته باشید که اگه مشکلی پیش اومد، قوی بلند شید، داد بزنید، بگید من حلش میکنم. اصلا من عاشق اینم که مشکل پیدا بشه و من حلش بکنم. توی هر بیزنسی مشکلات بیشتری باشه و اون کارآفرین بتونه بیشتر مشکلات رو حل بکنه، تبدیل میشه به یک بیزنس بزرگتر، تبدیل میشه به یک بیزنس موفق‌تر، تبدیل میشه به یک کمپانی مثل آمازون، مثل اپل، مثل گوگل. 100% پر از مشکل بوده. زمانی که اوبر توی دنیا به وجود اومد، زمانی که شاید 2 هفته 3 هفته از لانچ این محصول گذشت، هزاران هزار مشکل به وجود اومد. بعضی از رانندگان، بعضی از اون حالا مشتری ها رو میدزدیدن، آدرس ها رو پیدا نمی کردن، قتل اتفاق افتاد. همینطور توی کسب و کار ایر بی ام بی، زمان که اون خونه ها رو افراد اجاره می دادن، قوانین محکمی نبود براش، برای اینکه دفعه اولی که ایر بی ام بی ساخته شد، هیچ کسی قبلش ایر بی ام بی نساخته بود که قوانینش رو تنظیم بکنه. پس دفعات اول مشکلات زیادی به وجود اومد. باز مجددا توی خونه هایی که افراد رنت می دادن و اجاره می دادن به یک دیگه، قتل اتفاق افتاد. بعضی از قاچاقچی‌های مواد مخدر به جای اینکه توی یک محیط دیگه‌ای مثلا مواد را جابجا بکنن، می‌رفتن به سراغ خونه‌های ایر بی ام بی، یکی از اونها رو بوک می‌کردن و مواد رو توی اون خونه‌ها جابجا می‌کردن. دوستان، پس چقدر سخت بوده که قوانین ایر بی ام بی نوشته بشه، و همینطور قوانین اوبر، و همینطور قوانین گوگل، قوانین جیمیل، قوانین یوتیوب، قوانین فیسبوک، قوانین آمازون. ولی استپ با استپ. هیچ وقت این نبوده که بگین الان یک پلتفرم کاملی من برم اجراش میکنم. نه، تو به عنوان یک کارآفرین، یک مؤسس، باید بدونی که چه اتفاقاتی میفته، حتی اگه صاحب یک کافی شاپ خیلی کوچیک باشی، صاحب یک رستوران باشی. پس باید توجه بکنی این روحیه رو داری یا نه. اگر هم نداری میتونی بسازی، ولی باید از این غافل نشی.